جناب آقای بهار، تشریف بیارید آقا. بسم الله الرحمن الرحیم. پس از حمد و ثنای خداوند تبارک و تعالی و درود و سلام بر پیامبر و خاندان او، من محمد تقی بهار به عنوان لیدر اقلیت مجلس و نیز از طراحان استیضاح جناب آقای نخست وزیر، بدین وسیله و به دلیل عدم امنیت جانی وکلای اقلیت مجلس اعلام می‌دارم از این لحظه طرح استیضاح پس گرفته شده و کأن لم یکن تلقی می‌گردد. خداوند این ملت و خدمتگزاران صدیقش را در کنف حمایت خیش برقرار بدارد ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عاشقی محنت بسیار کشید تا لب دجله به معشوق رسید. نشده از گل رویش سیراب که فلک دست گلی داد به آب. نازنین چشم به شد دوخته بود، فارغ از عاشق دل سوخته بود. دید در روی شد آید به شتاب، نوگلی چون گل رویش شاداب. گفت به به چه گل زیبایی، لایق دست چمن رعنایی. حیف از این گل که برد آبورا، کند از منظره نایابورا. زین سخن عاشق معشوق پرست، جست در آب چو ماهی از شست. دید آبیست فراوان و درشت، به نشاط آمد و دست از جان شست. دست و پایی زد و گل را بربود، سوی دلدارش پرتاب نمود. گفت که ای آفت جان سنبل تو، ما که رفتیم بگیر این گل تو. بکنش زیر سر ای دل بر من، یاد آبی که گذشت از سر من. جز برای دل من بوش مکن، عاشق خیش فراموش مکن، عاشق خیش فراموش مکن. اینم خوشگله، اینم بد نی. خیلی ممنون. به به چه حسن سلیقه‌ای. مهمونی تشریف میبرین؟ با اجازت. آخه با این همه بوی عطر و عطرکلون دیگه کسی متوجه بوی این گلا نمیشه که. چرا؟ اونی که باید متوجه میشه. بله. حاج علی دستت درد نکن. قربون قدمت. خدا حافظ. یاد.
گلیه، گل گل بدم، گل گلدون بدم، گلیه، گل جایی تشریف میبرین جناب شهریار؟ سلام. 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 ببخشید من دیر کردم، دستم هم خالی نبود، گل گرفته بودم، تو مردم ریخته بودن تو خیابون، هیچی ازش نموند. ببخشید. شعرخونی هم تموم شد نه؟ بهتر که تموم شد. پدر مادرم منتظرتون هستن. بفرمایید. بفرمایید. خلاصه چند بیت از غزل رو خوند. نبودی ببینی چه بادی به قبقب انداخته بود. عمدن ازش پرسیدم این غزل رو چه وقت گفتی؟ پدر سوخته گفت همین دیروز. منم که غزل شما حی و حاضر توی جیبم بود درآوردم و پرسیدم حتما بقیهش رو فردا قراره بگی. پرسید کدوم بقیهش؟ منم جلو همه بقیه بیت‌های غزل شما رو خوندم و گفتم لزومی هم نداره که شما بقیهش رو بگید، چون قبل از شما شهریار اونا رو گفته. حالا واقعا به من بد و بیراه میگفتن؟ پس چی؟ حتی میگفت این جوونک بلد نیست فارسی رو درست حرف بزنه، چه برسه به این که شعر به فارسی بگه. بعدم برای اثبات شاعریت خودش غزل شما رو خوند. عجب روزگاری شده. شما هم که همیشه منو شرمنده میفرمایید. نخیر آقا، نخیر، شما لیاقت این تعاریف رو دارید. من خودم شنیدم که آقای ملک الشعرا در مورد شما چه میگفت. ایشون لطف دارن به من. البته من این ماجرا رو براتون تعریف کردم که بدونید تو چه مملکتی داریم زندگی میکنیم. حالا شعر که چیزی نیست، جون مردمم برای خیلی اهمیتی نداره. ببینید آقای شهریار، من نمیخوام جواب رد به شما بدم، ولی باور بفرمایین ما راضی به صدمه دیدن شما نیستیم.
فقط نمیخوایم یه مو از سر دخترمون کم بشه. بله بله متوجه، اما این حرفا برای من تازگی نداره. من با تمام وجودم پا پیش گذاشتم و از هیچ کسم عبایی ندارم. افسوس که شجاعت تنها کفایت نمی کنه. من فکر می کنم که ما باید مرد و مردونه با هم حرف بزنیم و یه تصمیم قطعی. به نظرم پدر از شما خیلی خوشش اومد. چه فایده سرای خون. خداحافظ. حقیقتش من خیلی تردید دارم. نشد درست و حسابی به این جوان موضوع رو حالی کنم. نگرانی اصلی من توی دخترم. پدر جون خواهش میکنم انقدر زود تصمیم نگیرین. ضمناً شما هنوز نظرتون رو به من نگفتین. درباره چی؟ سلسله قاجار؟ بله، همون سلسله قاجار. ولی خودش خوبه، ولی اطرافیانش چه ارز کنم؟ اطرافیان؟ خصوصا چراغ علی؟ سلام. گفتم فراموشم کردی. دلام اصلا خودت که هیچی نمیگی. منم همین که شنیدم دویدم اومدم. چی بگم؟ میگم دارم میرم بیمارستان. لطف کنی تشریف بیارید عیادت من. با این طرز صحبت کردنت خودم میکشمت. نیاز به مریضی نیست. برات کتاب آوردم. ممنون. خواهش میکنم. با آقای بهار در مورد تو صحبت میکردم. اونم توبرکلوز داره. بعدش هم بهتر از تو نیست. گفت یه چیزی بهت بگم. گفت به قاسم بگو واردش خیلی نونور بارش آوردن. از قول بنده به جناب آقای بهار بفرمایید ایشون به علت کثرت مشغله فرصت بیمار بودن ندارن، وگرنه همین الان
همینجا بر دل خودم خوابیده بود. لام از سبتو هم بر خود مشغله بساز دیگه. باش بهش میگم. ها راستی تا یادم نرفته، یه چیزی پیدا کردم تو این کشو هست، بیار بخونش. آره تو همین کشو. اختار کارکنان گورستان. شهر ابدا حقی ندارند دیناری از مراجعین غیر از هزینه مقرر که در قبال قبض رسمی صادر می شود عکس نمایند. تو تابلو اعلانات زده بودن، یواشکی دزدیدمش. زحمت کشیدی. دفن در گورستان 220 ریال، هزینه در گذشتگان از سن نوزاد الی 5 سال 60 ریال، از 6 الی 10 سالگی 120 ریال، 11 الی 16 180 ریال، 17 الی 100 320 ریال. من که مردم. بگو الی 16 سالگی 140 ریال کاسه بیکن. دانش ما اکیز. فرنگیس تو رو سل فراری داد، سرعیای منو بدتر از سل. چرا غلی فرار میده؟ حتی با اینجا چطورن؟ خوبن. بهت میرسن؟ یه کارایی میکنن دیگه. چیزی کم و کسر نداری؟ نه. امیدوارم دفعه بعد که میای ملاقاتم خبرای خوش داشته باشی. انشالله. اجازه بدی من میرم، با آقای بهار جلوی مجلس قرار دارم. دوست خوبیه. آدم بدی نیست. اما از سابقون اولائکل مقربون هشکیم سن اولماز. به انتظار یادت که دوست می آید، به انتظار یادت که دوست می آید، خوش است بر دل رنجور عشق بیماری. امان از این عشق حبیب من، آی فغان از این عشق که غیر خونه جگر ندارد. همه سیاهی حبیبم، همه تباهی، مگر شب ما حبیبم سهر ندارد. بهار مستر حبیبم من دیگر، که آه و زاری حبیبم اثر ندارد. جز انتظام و جز استقامت، وطن علاجی حبیبم دیگر ندارد. وطن علاجی حبیبم دیگر ندارد. Thank you.
آقایون، انقراض سلسله قاجار قطعیه. بیچاره واعظ قزوینی. استاد، اونا میخواستن شما رو از بین ببرن. آدم میمونه خوشحال باشه یا ناراحت؟ عمال رضا میدونن که بنده و بقیه وکلای اقلیت با طرح انقراض سلسله قاجار مخالفت میکنیم. البته نه اینکه من طرفدار قجر باشم، اما این کار از چاله در اومدن و به چاه افتادنه. تأثیری هم داره؟ مخالفت اقلیت؟ جز انتظام و جز استقامت وطن علاجی دگر ندارد. لاجرم به سیاست وارد شدیم. جنابالی که دوادومت داری گرده میشکنی ها؟ نه خیر، این خبره نیست. باید امشب برامون یه غزل بخونی. و تا به حالی غزل نخوانی. شب سیاهت سحر ندارد. استاد سبا، افتخار میدی؟ نه وصلت دیده بودم کاشکی ای گل، نه هجرانت که جانم در جوانی سوخت، ای جانم به قربانت. تحمل گفتی و من هم که کردم سالها، اما چقدر آخر تحمل، بلکه یادت رفته پیمانت. تمنای وصالم نیست، عشق من مگیر از من. تمنای وصالم نیست، عشق من مگیر از من. به دردت خو گرفتم، نیستم در بند درمانت. طبع من گر همه سرچشمه مینو باشد، بر سرش سایه سرویست که دلجو باشد. خلوت باغ بهشتیست خیال تو پری، خلوت باغ بهشتیست خیال تو پری، که پر از عشوه قرقاول و تیهو باشد. پیش پایت همه گلهای چمن برگ خزان، بید مجنون چه به جا دست به جارو باشد. تازه این قوس و قزح مشق کند رسم قدیم، تا مگر وسم کش آن خم ابرو باشد. شهریارا، نشود شاهد عشرت همه رام، شهریارا نشود شاهد عشرت همه رام، که رمیدن به خطا شیوه آهو باشد. بفرم. با به قدرت رسیدن رضا پهلوی قدرت چراغ‌علی هم بیشتر میشه. به پدرت گفته اگه رضا پهلوی به سلطنت برسه
اون پیشکار ولیعت میشه. تا همین الانش هم آدم خطرناکی بوده. وای به حالی که پیشکار ولیعتم بشه. اینجوری نمیشه. شما دو نفر دارین تو راه خطرناکی قدم برمیدارین. نه اینطور نیست. این طرح که به صورت ماده واحده تهیه شده با قید دو فوریت از سوی 80 تن از نمایندگان محترم مجلس به هیئت رئیس واصل شده که اون را قرائت خواهم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. مجلس شورای ملی به نام سعادت ملت ایران انقراض سلسله قاجاریه را اعلام نموده و حکومت موقتی را در حدود قانون اساسی و قوانین موضوعه مملکتی به شخص رضا خان پهلوی واگذار می نماید. تأمل بفرمید آقایان. تأمل بفرمید. تعیین حکومت قطعی موکول به نظر مجلس مؤسسان است که برای تغییر مواد 36، 37، 38 و 40 متمم قانون اساسی تشکیل می شود. تصویب دو فوریت طرح حاضر با قیام و قعود خواهد بود. لطفاً حضرات آقایانی که با طرح مزبور موافق هستند قیام بفرمایید. احسنت، احسنت، آفرین، مرحبا. بفرمایید آقایان، بفرمایید آقایان. بسیار خوب، دو فوریت طرح مزبور به تصویب رسید. آقایانی که جهت مخالفت و موافقت ثبت نام کردند به ترتیب از آقایانی که مخالف هستند جناب آقای مدرس آماده باشند که آقایان، آقایان توجه بفرمایید. حضرات توجه کنند، گویا که در بیرون مجلس گروهی از اولیا مخدرات گرده هم آمدن، قصد دارند دمونستراسیون کنند. جناب میرزا حسن خان مشیر الدوله، حضرت عالی بفرمایید با مردم طرف صحبت بشید، شاید که آرام بشن. امروز کار مهم میده. بسیار خوب. به این ترتیب با تصویب بسیار خوب. به این ترتیب با تصویب ماده واحده انقراض قاجار با 80 رأی از 85 رأی و تصویب عنوان موقت والا حضرت اقدس برای رضاخان پهلوی، هیئت رئیسه مجلس از آن حضرت اقدس استدعا دارد جهت شادی و سرور عموم هموطنان عفو عمومی اعلام بفرمایند.
و در آخر از ابوی و والده محترم به خاطر محبت‌ها و زحمت‌هایی که در این چند سال نسبت به این پسر غریب خود متحمل شده اید تشکر بسیار دارم. خیالتان از هر نظر راحت باشد. بودو پسر. در پایتخت پسر شما را به عنوان شاعر شهیر می‌شناسند و روزگار به کام من است. و از این بابت بسیار شاکر و سپاسگزار خدای متعالم. روزگار بر شما نیز خوش باشد. فدای مهربانی های شما محمد حسین. یک کلمه از درس و تحصیل ننوشته این پسر. کاش فقط همین بود. لحن نامه هاش هم عوض شده. قول برم داشته اسماعیل. دلم میخواد بدونم پسر من این روزا چی کار میکنه؟ با کی هش رو نشر داره؟ چی کار کنیم خانم؟ یه کاغذ برای اون دوستت حاج فتاحی بنویس. از اون خواهش کن که امورات محمد حسین رو پرسجو کنه. کار فتاحی نیست. بفرمید آقا، بفرمید. خیلی خوش آمدی. بفرمید. بفرمید، بفرمید. سابقه نداریم مفارقتش اینقدر طولانی شده باشه. بفرمید. الان دیگه پیداشون میشه. بفرمید. خیلی خوش آمدی. بفرمید. خیلی هم غیر معمول نیست. بالاخره شوهرها یه شعر چرختگی دارن آقا. محمد من قرار نیست که شاعر بشه. انشالله به این زودی پزشک میشه تو این مملکت. خب بله. پسر خوبیه. همه همسایه ازش راضی هم. چند تا غزل واسه هیئت ما گفته. به خدا قسم جیگر آدم آتیش میزنه آقا. بله میدونم. شما بفرمایید. مزاحم کارتون نمیشم. بفرمایید. چش. دستی آقا. فکر نهار نباشین آقا. نه اصلا. از آذوقه سفر چیزهایی مونده. تکافوی چند روز دیگر هم میکنه. بفرمایید شما. این چه فرمایشیه؟ مهمون حبیب خداست. شما بفرمایید خستگی در کنیم براتون چای بیارم. بفرمایید.
چایی بفرمایید. خوش اومدید، خوش اومدید. بغلومم، چاکرم، نوکرم. احوال شما، خوش اومدید. حفای قدمتون. بس دیگه. چشم، نوکرم، قربون شما. چنم. خیلی مخلصم، قربون شما. بچه، تو شد دیشلمه زعفرونی میداد آقا. بابا، آقای ابراهیمی. سلام علیکم. سلام از کوچکتره. بفرمایید. یادت دفعه پیش روی همین تخت چه ها که من نگفتی؟ به خاطر همین قرارمونو اینجا مقرر کردی؟ که تحقیرم کنی؟ تحقیر؟ استغفرالله، کدوم آدم عاقلیه که بیاد پدرزن خودشو تحقیر بکنه؟ پس شما تصمیم خودتونو گرفتید؟ البته. حتی شک نکن. سرنوشت این دوتا جوان برای تو اهمیتی نداره؟ اهمیت نداره؟ چطور اهمیت نداره؟ اتفاقا چون اهمیت داره من این تصمیمو گرفتم. بابا، این دوتا جوون عشقشون با همدیگه عشق نیست، فقط یه هوسه، یه هوس زودگذر. دختر تو با نون شاعری سیر میشه، نه خدا وکیلی. رکو رو راست بهت بگم چراغ علی، با این وضعی که پیش اومده من دیگه زورم به تو نمیرسه. خانواده من که هیچی، از این به بعد تمام مملکت دست تو و امثال توه. فقط یک شرط قطعیه، تو در صورتی میتونی با سریا ازدواج کنی که او رو راضی کنی. بدون رضایت سریا ازدواج شما محال. رضایت سریا خانوم با من، ولی من از خودت یه دلخوری اساسی دارم. آخه روابط پدرزن و دوماغ اینقدر دور میتونه باشه؟ نه خدا وکیلی. بعد از ازدواج با سریا خانوم من به شما ثابت میکنم معنی مرد و مردونگی یعنی چی. احمد یه نزن تو سر اون مجید ساکت باشید. الوات تا کبیر تو همش شروع میکنی دیگه، کافر به هم میریزی. بچه ها امشب میخوام به افتخار تشریف فرمایی پدر عزیزم یک شعر. پسر جان، قرار بود یه جای خلوت با هم اختلاط کنیم، اینجا که صدا به صدا نمیرسه. ببین پسرم، این آدم ها پدر جان آدم های تبریز فرم کنن. الله ناغر مسنول. ناراحتی نداری که، اینجا هم تهران تبریز که نیست. یه شعر براتون میخونم، بعدا صحبت میکنیم با هم، وقت زیاد داریم پدر. یه شعر بخونم براتون.
آخرین شعر. اونو بز جیبت بیا. بیا. بیا بیا. بیا اینو بخون. رقیبت گر هنر هم دزدد از من، من نخواهد شد. بابا بابا به گلخن گرچه گل هم بشکفت، گلشن نخواهد شد. برو از هفت خط نوشان پای خم می میپرس، که هر دردی شراب ناب مردفکن نخواهد شد. به سر تاج سویرش باید و تاراج توفانها، این سهمی که کوها بستن معدن نخواهد شد. فرزندم، تو اولین حاصل عشق میان من و مادرت بودی و هستی. بعد از سالها رنج و تلاش، در دورانی مصیبت زده و مملو از فقر و نیاز، علی‌رغم همه سختی‌ها، خدای مهربان به استغاثه‌های مادرت و شب زنده‌داری‌های پدر درماندت عنایتی کرد و گوهر وجود تو را به ما ارزانی داشت. تو برای ما نشانه ای از لطف پروردگار بودی و ارزشمندترین چیزی که در زندگی داشتیم تو بودی. مادرت شیره جانش را و همه وجودش را برای پرورش تو به کار بود و من برای تو آرزوهای بزرگی در سر داشتم و هنوز هم دارم. فقط خدا می داند که دوری تو برای من و مادرت چقدر سخت و تحمل ناپذیر بود، ولی به خاطر آینده و سعادت تو باید تحمل می کردیم. باید شبها بیخواب می شدیم و دلتنگ دیدن روی پسرمان با حلقه های عشق در چشم برای موفقیت او دعا می کردیم، آنقدر که آسمان روشن می شد و دل ما نیز امیدوار به آینده تو. پسرم، این را بدان که همه شوق و اشتیاق من و مادرت برای ماندن و زندگی کردن تو هستی. بدون تو ما نیستیم و توانی برای ادامه حیات نداریم. من به اصرار مادرت که بسیار نگرانت بود، برای دیدن تو این راه دور و پرزحمت را آمدم و ای کاش نمی آمدم. ای کاش غرق در خیال آرزوهای خود و تصوری که پر از امید آرزو بود می ماندم و هرگز با واقعیت تلخی که پسرم در برابر دیدگانم ترسیم کرد روبرو نمی شدم. پدر افسوس که هیچگاه آرمان پدران و مادران با تصور و نگاه فرزندان تناسبی پیدا نمی کند. افسوس که نسل آینده همواره نسل گذشته را زیر پا می گذارد. هر طور میل توست، به دلخواه خودت زندگی کن، اما این را بدان که دنیای با شکوه و پر از امید و آرزو را در خیال پدر و مادرت ویران کردی. وای دادم، همه هستی و زندگی ما تو بودی. اکنون که تو را از دست داده ایم، خود نیز از دست خواهیم رفت. خدا نگهدار تو باشد. داشت میشتیم باش و آبو. Thank you.
سلام قاسم، چی شده؟ هر چی دمه در وایسادی؟ منتظرت بودم قاسم. پدر برگشت تبریز. من احمق اصلا نمیدونستم دارم چی کار میکنم. نمیدونستم با هر کاری که میکنم دارم یه خنجر تو قلبش برو میکنم. قلبش رو شکوندم بازم. حالا یه اشتباهی کردی، فرصت جبران داری. تو پدر منم اگه نمیشناس اون بهترین پدر دنیا. برات گلگاف زبون دم کردم، بخور، برات خوبه. قاسم، غرور آدم رو نابینا میکنه. من احمق دیشب فکر میکردم پدرم داره بهترین شب زندگیشو میگذره. آره خودم فهمیدم، کاملا متوجه حالت پدرت شدم، ولی چیزی بهت نگفتم. کاملا فهمیدم چه رنجی رو داره تحمل میکنه، اما عمدن سکوت کردم. محمد، میخوام یه اعترافی بکنم. خیلی از آدمایی که دورتو رو گرفتن دوستای واقعیت نیستن. حتی خود من. خدا میدونه. خدا میدونه تو تموم این سالا چند بار دلم میخواسته خفت کنم. دلم میخواست سر به تنت نباشه، برات کف میزدم، تشویقت میکردم، ولی خواستم پرت و پلا نگو، حوصله ندارم. تو حتی یه بارم به من توجه نداشتی. داشتی؟ سلامتی، منم شاعرم، خیر سرم. یه بار نشد از شعرهای من تعریف بکنی. عادت داشتی فقط شعرهای خودتو بخونی و من برات کف بزنم. حسادت رفیق،
حسادت بعد چیستی؟ آدم رو داغون میکنه. هنوزم دارم عاشقتم خره. اومده بودم اینجا بهت یه خبری بدم، ولی وضعیت تو رو که دیدم پاک جا زدم. خر خودت میشنوی، منم نگم، یکی دیگه بهت میگه که بدتر دلتو میشکنه. قاسم، کسی تو حالش شده؟ کسی حالش بده؟ پدر سریا با خواستگاری چراغ علی موافقت کرده. علی یه شرط گذاشته، موافقت سریا. خب این که موافقت نمیکنه. موافقت نمیکنه. از زندگانیم گله دارد جوانیم، شرمنده جوانی از این زندگانی. دور از کنار مادر و یاران مهربان، زال زمان کشت به نامهربانیم. دارم هوای صحبت یاران رفته را، یاری کن این اجل که به یاران رسانی. چون یوسفم به چاه بیابان غم اسیر، و از دور مژده جرس کاروانی. گوش زمین به ناله من نیست آشنا، من طایر شکست پر آسمانیم. گیرم که آب و دانه دریغم نداشتند، چون می کنند با غم بی هم زبانیم. گفتی که آتشم بنشانی، ولی چه سود، برخواستی که بر سر آتش نشانیم. در خواب زنده‌ام که تو می خوانیم به خویش، بیداریم مباد که دیگر نرانیم. شمعم گریست زار به بالین که شهریار، من نیز چون تو همدم سوز نهانیم.